سلام عرض میکنم خدمت همه دانشجویان عزیز فرادرس. امیدوارم شاد و برقرار باشید. در این آموزش ما قصد داریم به آموزش گام به گام و عملی ماتریس استبلیوتی بپردازیم و در نهایت یاد بگیریم که چطور نتایج این ماتریس رو به صورت عملی تحلیلشون بکنیم و استراتژی گذاری های پیشرفته رو روش انجام بدیم. یک مقدمه رو داشته باشم روی این مبحث. خب قبل از هر چیزی بهتره که ما یک پیشگفتاری رو داشته باشیم در مورد مبحث پیش رومون، اینکه ماتریس استبلیوتی اصلا چی هستش، چه مدلی هستش و چه نتایجی رو قراره که به ما بده و در چه جایی کاربرد داره. ببینیم که در این آموزش چه چیزهایی رو یاد خواهیم گرفت و در نهایت این آموزش ویژگی‌هایی رو داره که به درد ما قراره بخوره. من آرش منصوری هستم، فارغ التحصیل MBA دانشگاه خوارزمی. خب اما اینکه هدف از ضبط این دوره چیه؟ به پشتوانه این که ما در این حوزه فعالیت‌های زیادی داشتیم و دیدیم که مشکلات ریز و اساسی خیلی زیادی هستن، گریبانگیر استارتاپ‌های ما هستن، گریبانگیر کسب و کارهای هستن و مخصوصاً فاندرهای استارتاپ‌ها که تازه وارد این حوزه شدن و شاید به صورت خیلی آرمانگرایانه‌ای دارن فعالیت می‌کنن و بعضی از مسائل رو به کل نادیده می‌گیرن و تمام تمرکزشون روی مسائل فنی هست، تمام تمرکزشون روی محصول هست و عوامل دیگر رو در نظر نگرفتن. و بعد از دیدن اینها من تصمیم گرفتم این آموزش رو منتشر بکنم تا بتونم یک مدل استراتژیک رو ارائه بکنم تا تمام اشخاصی که می‌خوان در حوزه استارتاپی فعالیت بکنن، تمام اشخاصی که می‌خوان یک کسب و کار رو راه بندازن، مدیر پروژه‌ها و سایرین، بتونن از این دوره عملی استفاده بکنن تا بتونن ایده خودشون رو، شرکت خودشون رو بپرورونن و پخته تر بکنن و با ضعف‌های کمتری وارد بازار بشن، یا حتی اگه قراره که با ضعف وارد بازار بشن، حداقل از ضعف‌هایی که خودشون دارن اطلاع داشته باشن و از نتایج و از تبعاتی که این ضعف‌ها قراره بعداً بهشون متحمل بکنه آگاه باشن و براش آماده باشن. یکی دیگه از هدف‌های من از این آموزش اینه که ما این مدل استبلیوتی رو، این مدل استراتژیک رو بتونیم از یک مدلی برای یک استارتاپ و بیزینس تعمیمش بدیم به یک مدلی، یک مدل ذهنی در حقیقت، که ما بتونیم در تمام مراحل زندگی از این استفاده بکنیم. چه زمانی که می‌خوایم بریم یک خونه بخریم، چه زمانی که می‌خوایم تصمیم بگیریم که آیا شغلمون رو عوض بکنیم یا نه، چه حتی زمانی که می‌خوایم ازدواج بکنیم، بتونیم از این مدل به عنوان یک چارچوب ذهنی استفاده بکنیم تا تمام عوامل مؤثر رو کنار همدیگه راحت در نظر بگیریم و بر اساس اینها بتونیم نتیجه‌گیری‌های مورد نظر خودمون رو داشته باشیم. خب بریم سر مبحث اصلی خودمون. یک استارتاپ از پایه. تصویری که میبینید مربوط به اپل پارک هستش و مقر اصلی شرکت اپل هست که داره اینجا فعالیت میکنه و در زمانی که من این دوره رو دارم منتشر میکنم اپل پرارزشترین شرکت جهانه. اما اپل همیشه اینطوری نبوده و همین شرکت اپل از یک گاراژ خانگی شروع کرده به فعالیت کردن که داستان خیلی معروفی هم هست، فیلم های زیادی هم ساخته شدن و همه هم ازش اطلاع داریم. اما دلیلی که من این تصویر رو بردم اینه که بگم یک کسب و کار از کجا شروع میکنه، میتونه از صفر شروع بکنه و به این جایگاه برسه. ولی در این بین مسائل زیادی هستن که در پیشرفتش، در فرازها و همینطور نشیبها همراه هستن و تأثیر به سزایی میذارن و لازمه برای اینکه بتونیم کنترل خوبی روی اینها داشته باشیم، برای اینکه آماده باشیم برای مواجهه با این مسائل، بنابراین باید اینها رو بشناسیم. در شناخت این مسائل ما احتمالاً ببینیم که یک کلاف نخه و وقتی بهش فکر میکنیم داره ما رو سردرگم میکنه. اما اینطوری نیست. ما اگه یاد بگیریم چطور باید به این مسائل نگاه بکنیم و ذهنمون رو پرورش بدیم برای اینکه یاد بگیریم چطور مسائل رو به صورت مستقل از هم بهشون نگاه بکنیم و بتونیم اینها رو جدا از هم تصور بکنیم و تمام مسائل رو هم بتونیم ببینیم، ما از یک مدلی استفاده میکنیم به نام استبلیوتی و این مدل شامل 4 بخش میشه. در حقیقت ما در این مدل اول قوت‌های سازمان خودمون رو و قوت‌های تیم خودمون رو، مسائل داخلی رو داخلش بررسی می‌کنیم. در مرحله بعد ما فرصت‌ها رو بررسی می‌کنیم و فرصت‌ها شامل مسائلی هستن که از خارج سازمان به ما تحمیل میشن و ما قراره بررسیشون بکنیم. مسئله بعدی ضعف‌های سازمان هستن. اینا هم دوباره درونی هستن، ما چه ضعف‌هایی داریم و اینا رو باید شناسایی بکنیم تا در نهایت آماده بشیم برای تهدیدهایی که جامعه ما، محیط ما داره به ما تحمیل میکنه. خب استبلیوتی
یک مدل تحلیل رقابتیه، یک مدل تحلیل محیطیه، مدل تحلیل استراتژیک منابع و خیلی چیزا هستش. در حقیقت در استبلیوتی ما میتونیم از نقطه نظرهای مختلف سازمانمون رو نگاه بکنیم، قوتهای خودمون رو ببینیم، ضعف‌ها رو ببینیم و در نهایت بتونیم یک تصمیم گیری جامعی در مورد شرایط داشته باشیم تا بتونیم برای آینده نزدیک و همینطور برای آینده دور تحلیل‌های استراتژیک لازم رو انجام بدیم. مشکلی که هستش اینه که داخل کشور ما بچه‌ها عموماً به تحلیل‌ها و همینطور تحلیل‌های استراتژیک خیلی ایمان ندارن، خیلی بهشون اتکا نمی‌کنن و وقتی ازشون می‌پرسیم خب چرا به اینا اتکا نمی‌کنی، میگه که خب ما داخل ایران هستیم و شرایط مدام در حال عوض شدنه. مثلا مدل پستل رو خیلی دست کم می‌گیرن. مدل پستل توی پرانتز اضافه بکنم، یک مدلیه که ما داخلش تحلیل محیطی رو انجام می‌دیم، تأثیر محیط رو بر خودمون می‌سنجیم. بچه‌ها معمولا این مدل رو دست کم میگیرن و حالا بهونه‌شون هم اینه که خب ما توی ایرانیم، محیطمون مدام داره عوض میشه و اصلا نمیتونیم روی شرایط اتکا بکنیم و به نظر من ما باید از این مدل‌ها استفاده کنیم، مخصوصا به خاطر این ناپایداری محیطی، ناپایداری شرایطی که وجود داره، حتما باید از این مدل‌ها استفاده بکنیم. به خاطر اینکه در این شرایطی که ما درش هستیم، اگه آماده نباشیم حرکت بعدی خودمون رو، حرکت بعدی بازار رو ندونیم، در این بازار غرق میشیم و نمیتونیم ادامه فعالیت بدیم و از بین میریم. و کسی که داره یک استارتاپ رو مدیریت میکنه، داره منابع رو مدیریت میکنه و تصمیم گیری های استراتژیک و بلند مدت رو انجام میده، حتما باید روی این مسئله آگاه باشه، روی شرایط آگاه باشه تا بتونه بهترین تصمیم گیری رو انجام بده و در حقیقت با این آگاهی کلی که از شرایط مختلف، شرایط پیرامون خودش داره، بتونه بهترین نتایج رو برای سازمان رقم بزنه. در حقیقت به نظر من موفقیت و عدم موفقیت یک کسب و کار تابعی از تصمیمات و سوگیری‌های افراد کلیدی هست و ما به عنوان یک فرد کلیدی داخل سازمانمون، چه الان باشیم چه سعی داشته باشیم که یک فرد کلیدی داخل سازمانمون باشیم که بتونن روی ما اتکا بکنن، باید این مسائل رو، این مدل‌ها رو بدونیم، ازشون به صورت عملی استفاده بکنیم و نهایتاً نتایجش رو هم بتونیم به سازمانمون برگردونیم تا به عنوان یک مهره کلیدی روی ما حساب بشه، به عنوان یک فرد اسمارت و باهوش بتونیم بعداً در تصمیم گیری های کلان حضور داشته باشیم. اما اینکه ما در این آموزش قراره چه مسائلی رو با هم یاد بگیریم، ما در وهله اول یاد میگیریم که تجزیه تحلیل سازمانمون رو انجام بدیم، تجزیه تحلیل داخلی سازمان منظورمه، تجزیه تحلیل محیط و محیط پیرامون خودمون رو انجام بدیم و همینطور شناختی از رقبای خودمون پیدا بکنیم و تأثیر این رقبا بر روی کسب و کارمون، بر روی محیط و بر روی سازمان. بعد از این ما وارد مبحث استبلیوتی میشیم که به صورت عملی و همراه با پروژه هایی که قبلا انجام شده، پروژه های عملی هستن، سعی میکنیم که این چارچوب رو خیلی کامل درکش بکنیم و یاد بگیریم که چطور باید ازش استفاده بکنیم. بعد از اون قراره که با هم پروپوزال نویسی رو تمرین بکنیم. یعنی چی؟ ما خب فرضاً الان ماتریس استبلیوتی رو نوشتیم و حالا باید ارائهش بکنیم. آیا ما قراره یک ماتریس فنی رو بدیم دست مدیر عامل شرکت یا بدیم دست اون تصمیم گیرنده؟ خب احتمال داره که اون شخص نتونه این ماتریس رو خودش رأساً و به شخصه تحلیل بکنه، یا اینکه تحلیلش زمان زیادی رو بخواد و در شرایط فعلی زمان زیاد مهیا نباشه. بنابراین ما باید یک پروپوزالی بنویسیم تا بتونیم مفهوم اون ماتریسی رو که توسعه دادیم به انضمام تصورات خودمون، به انضمام نقطه نظرهای خودمون دست اون تصمیم گیرنده برسونیم تا بتونه تصمیم گیری بهتری رو داشته باشه. و در نهایت ما میخواییم در کل این دوره با مثالهایی که زده میشه، چون من سعی کردم تمام مسائلی که توضیح میدیم یک مثالی همراهش باشه، حالا ممکنه این مثال به صورت کانسپچوال و مفهومی باشه یا ممکنه بر اساس یک مدلی باشه که قبلا انجام شده و در حاضر داخل بازار هستش و ازش الگو بگیریم و متوجه بشیم تمام مسائلی که هستش دقیقاً چی هستن و بتونیم این رو یک چارچوب ذهنی برای خودمون بکنیم تا بتونیم ذهنیت تحلیلی خودمون رو تحلیل بکنیم و اصطلاحاً اسمارت تر باشیم. اما ویژگی های این دوره چی هست و چه فرقی با سایر دوره ها داره؟ این دوره ویژگی های خاص خودشو داره. یکی این که بروزه و بر اساس آخرین آپدیت های، مثال هایی که میزنیم بر اساس شرکت هایی هست که در حال حاضر دارن کار میکنن، یا اگه مثال های مفهومیه بر اساس شرایط حال و حاضر بازار ازشون استفاده میکنیم. با چارچوب عملی همراهن، مثال های زیادی قرار زده بشه و همینطور خود مباحثی که قرار آموزش ببینیم مسائلی هست که عملی هست. یعنی شما با آموزش این مسائل میتونید وارد بازار کار بشید و داخل بازار کار دقیقاً و عیناً از تمام
مباحثی که قراره اینجا آموزش ببینیم استفاده بکنید و تو کار خودتون به عنوان بیزنس دیولپر فرضاً. و همینطور سعی می‌کنیم که مسائل تئوریک و دانشی رو هم داشته باشیم و در کنار این مسائل دانشی و تئوریکی که وجود دارن مسائل عملی رو هم توضیح بدیم تا شما بدونین که این مسائلی که داریم ازش صحبت می‌کنیم از کجا اومده و در نهایت به کجا میره. یعنی ما نمیخوایم یک دوره تئوری مثل دانشگاه داشته باشیم یا همینطور نمیخوایم یه دوره عملی مثل کسایی که تجربی وارد بازار کار میشن داشته باشیم. به نظر من بهتره که هر کسی هم بخش تئوریش رو بدونه و هم بخش عملیش رو کامل متوجه بشه. اما خب من این قول رو به شما میدم که بعد از این آموزش اگه تمرین‌ها رو حل بکنید، اگه همگام با آموزش پیش بیاید، خود طبیعتاً میتونید یک راندمان خیلی خوب داشته باشید و همین مباحثی رو که آموزش می‌بینید رو اینن در بازار کار ازشون استفاده بکنید و کسب درآمد هم داشته باشید. بذارید یک چیز دیگه ای رو هم من قبل از اتمام این جلسه اضافه بکنم. ببینید دوستان، اینکه ما بخوایم به عنوان یک بیزینس دیولپر فعالیت بکنیم، به عنوان یک مدیر پروژه یا مدیر محصول یا پروداکت اونر بخوایم فعالیت بکنیم، ما مباحثی رو داریم که حتما باید بلد باشیم. یکی از این مباحث فرضاً استبیلیتیه و همینطور میتونیم از سایر مدل‌های استراتژیک استفاده بکنیم. اما چیزی که باید بدونیم اینه که صرفاً دونستن این مباحث استراتژیک کفایت نمی‌کنه. ما باید یاد بگیریم این استبیلیتی که الان داریم آموزش می‌بینیم در چه جایی کاربرد داره. یعنی قرار نیست ما همیشه از استبیلیتی استفاده بکنیم و قرارم نیست هیچ وقت ازش استفاده نکنیم، بگیم که خب من اینو بلدم، تو ذهنم مباحث رو پیچیدم و کنار هم گذاشتم و برای همین همون اول دارم سراغ پروپوزال نویسی. نه، ما حتما بعد از این استفاده بکنیم در جایگاه خودش. و چیزی که میخوام بگم اینه که ما باید در حقیقت بهش چیره بشیم و مسلط بشیم و وقتی که ابتکار عمل رو به دست بگیریم اون موقع است که خودمون متوجه میشیم آیا در اینجا کاربرد داره یا نداره، آیا باید استفاده کنم یا نه. پس دونستن عمیق باعث میشه ما ابتکار عمل داشته باشیم و این ابتکار عمل باعث میشه که ما بتونیم در جایگاه مناسب ازش بهترین استفاده رو بکنیم. بنابراین هم روی دانش خودتون کار بکنید، هم روی تجربه خودتون کار بکنید تا بتونید این اعتماد به نفس رو به دست بیارید و بتونید عملا ازش بهره برداری کنید. ممنون از شما که همراه بودید. تا جلسه آینده خدا نگهدار. در جلسه گذشته پیش گفتاری رو داشتیم بر دوره استبیلیتی و بررسی کردیم که این دوره شامل چه مباحثیه، در چه جاهایی کاربرد داره و چه مسائلی رو ما درش پوشش میدیم. و اما در این جلسه ما یک مقدمه و پیش نیازهایی رو از این دوره با هم بررسی بکنیم و ببینیم که دانشجویان چه پیش نیازهایی رو نیاز دارن تا بتونن بهترین بهره برداری رو از دوره پیش رو داشته باشن. در وهله اول دانشجویان باید با مباحث مدیریتی، مخصوصاً مباحث مدیریتی نوین، مباحثی که توی MBA تدریس میشه، یک آشنایی کلی رو داشته باشن. حالا این آشنایی در چه عمقی باید باشه و از چه نظری ما تاکید داریم روی این آشنایی با مباحث مدیریت؟ در نوشتن استبیلیتی ما گفتیم که مباحث زیادی رو چه درون سازمان و چه به صورت برون سازمانی قراره با هم بررسی بکنیم و برای اینکه بتونیم میزان تأثیر هر یک از این عوامل رو در کسب و کار خودمون بسنجیم، باید بدونیم که این عوامل به صورت مجزا چه تأثیری رو روی ما دارن و هر کدوم چه قدرتی رو نسبت به باقی دارن. به طور مثال اگه ما قراره که نقاط ضعف سازمان خودمون رو شناسایی بکنیم، باید بدونیم فرضاً منابع انسانی ما میتونه یکی از این نقاط قوت یا نقاط ضعف باشه. اگه به صورت متعادلی نیروها درش تقسیم شده باشن یا ما به عنوان فاندرهای یک استارتاپ نیروهایی رو داشته باشیم که بحث‌های تکنیکال ما رو پوشش بده، خب ما میشه گفتش که از یه نقطه قوت بهره مندیم. یا نه، اگه ما یک تیمی داریم که تمام مباحث رو پوشش داده ولی مهمترین مسئله رو که فرض بگیریم مسئله تکنیکال باشه یا در یک کسب و کاری مسئله بازاریابی باشه یا هر مسئله دیگه باشه، پوشش ندیم و درون تیم خودمون نداشته باشیم، خب این در بلند مدت میتونه یک نقطه ضعفی باشه برای سازمان ما و میتونه نقطه‌ای باشه که ما رو قراره تضعیف بکنه در آینده. مسئله بعد مسئله آشنایی دانشجو با بازاریابی و روش‌های بازاریابی. البته اینجا بهتره که اشتباه نکنیم، منظور ما از بازاریابی فروش حضوری، فروش آنلاین، فروش تلفنی نیستش، بلکه مسائل رده بالا و سطح بالای بازاریابی رو ما منظورمونه. به طور مثال استراتژی‌های بازاریابی، روش‌ها و متد‌های بازاریابی، مثلا بررسی‌های رفتار مصرف کننده یا همون کانسومر بیهیویر ما باید آشنایی داشته باشیم.
البته در این دوره نیاز نیستش که ما به صورت خیلی عمیق روی این دانش‌های بازاریابی بخوایم مانور بدیم یا دانش خیلی زیادی داشته باشیم، ولی نیازهای خاص خودش رو هم داره که شامل این میشه که ما محصولی رو که قراره توسعه بدیم آیا بازار هدف درست رو نشونه گرفته یا نه، در بلند مدت چرخه عمر محصولمون به چه شکل خواهد بود یا نه، مشتریان اگه حتی در حال حاضر اقبال نشون دادن به محصول ما آیا در بلند مدت همین اقبال رو نشون میدن یا نه. یعنی این فرض نوکیایی که میاد گوشی های سیمبیان خودش رو ارائه میکنه و چند سال فروش خوبی داره، باید مطمئن بشه در بلند مدت در یک بازه 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله در اون زمان مشتریان چه خواسته هایی دارن، چه تقاضایی دارن و با چه محصولی میتونم اون گپ بازار رو در حقیقت پوشش بدم. البته خب توی این مثالی که زدیم مشخصا نوکیا نتونست این کار بکنه و به خاطر همین هم شکست خورد. و خب نهایتا این روش‌های بازاریابی به ما کمک می‌کنن تا دید بهتری داشته باشیم، چه در خصوص محصولمون، چه در خصوص محیط پیرامونمون شناسایی بهتری داشته باشیم و همینطور در خصوص مشتریان ما و اتفاقاتی که میتونه روی روند کسب و کار ما تاثیرات جدی رو بذاره. مسئله بعدی مسئله آشنایی با زنجیره تامینه. یکی از بزرگترین مسائل تاثیرگذار و تکان دهنده در یک کسب و کار زنجیره تامینشه. به شکلی که اگه یک طرف این زنجیره تامین نامتوازن باشه، طبیعتاً میتونه کسب و کار رو تحت فشار خیلی زیادی قرار بده. تصور بکنید که شما یک کسب و کاری هستید که تامین کنندگان شما محدود هستن و قلدر هستن و میتونن روی شما فشار بیارن. مثلا شما شرکت کاله هستید و تنها جایی که میتونید شیر رو ازش تهیه بکنید برای اینکه بتونید محصولات لبنی درست بکنید فرضاً شرکت ایکس هستش. حالا اگه شرکت ایکس امروز تصمیم بگیره که من میخوام محصول خودم شیر رو گرون بکنم، شما مجبورید باز هم ازش تهیه بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه تامین کننده دیگه‌ای وجود نداره. یا اگه تصمیم بگیره من میخوام فرضاً اصلا به شما شیر نفروشم، شما به ناچار مجبورید کسب و کار خودتون رو ببندید. پس ببینید تأثیر خیلی زیادی داره. یا اگه مشتری شما یک مشتری بزرگ باشه، مشتری میتونه تصمیم بگیره من میخوام واردات انجام بدم، دیگه نمیخوام از شما خرید بکنم. پس شما مشتری دیگه ای ندارید، کسب و کار به ناچار به حالت تعلیق در میاد. ولی خب یک فرضاً سوپرمارکت رو در نظر بگیرید، به خاطر اینکه مشتریان زیادن، حاشیه سود کمه، میتونه بگه که خب من اصلا اگه این مشتری از من خرید نمیکنه باش، من اصلا به این مشتری نمیفروشم و نهایتاً شاید به صورت ماهانه 10,000 تومان 20,000 تومان روی سود من تاثیرگذار باشه. و با شناخت این مسائل ما میتونیم طبیعتاً شناخت بهتر، تصمیم گیری بهتر و دیدگاه استراتژیک پخته تری رو نسبت به اون محصولمون، نسبت به کسب و کارمون داشته باشیم. و اما اگه شما الان در جایگاهی هستید که این دانش‌ها رو ممکنه نداشته باشید یا احساس ضعف بکنید توی هر کدوم از این مباحث، خب به این شکل نیستش که شما برید یک کتاب بازاریابی فرزن کاتلر رو باز بکنید و شروع بکنید اصول حسابداری رو بخونید یا کتاب‌های زنجیره تامین رو یا یک دوره‌ای رو بخونید که بخواد اینا رو به شما تزریق بکنه. به این شکل نیست. پیشنهاد من به شما اینه که در اینترنت بگردید، کیس استادی های مختلف رو بررسی بکنید. کیس استادی ها نمونه های واقعی دنیای کسب و کار هستند که یک مدیری، یک شخصی میاد اینا رو با یک روشی حل میکنه و شما ببینید این ایشو و مشکل چی بوده و راه حل چطور بوده و در نهایت به چه چیزی منجر شده. هر چقدر که بتونید بیشتر مطالعه داشته باشید در این حوزه، حالا میتونه دوره‌های مدیریتی باشه، میتونه کتاب باشه، ولی مخصوصاً میتونه کیس استادی ها باشه، و هر چقدر بیشتر مطالعه میکنید خب طبیعتاً دانش خیلی بیشتری رو هم کسب میکنید و بعداً میتونید آورده‌های بیشتری رو داشته باشید به سازمان خودتون و تأثیر بزرگتری رو داشته باشید. اما دوره ما شامل چه چیزهایی هستش؟ خب بخش اول ما بخش درسنامه هاست. ما توی درسنامه ها با هم مسائل تئوری رو بررسی میکنیم، توضیح میدیم که هر کدوم از این آیتم ها چی هستش، از کجا اومده، چطور تأثیر گذاره، و بعد تمام تلاشمون اینه که بروزترین مثال ها رو بزنیم برای اینکه این نکاتی که تئوری گفتیم جا بیفته. مثلا اگه قراره که نقاط قوت رو با هم بررسی بکنیم، بعد از اینکه تعریف کردیم نقاط قوت چی هستن، چه ویژگی هایی دارن، چطور تاثیرگذار هستن، بعد از اون ما میایم و یک مثالی رو فرضاً از شرکت اپل، فرضاً از شرکت اسپیس ایکس یا هر شرکت دیگه میاریم تا بتونید عملاً این رو لمس کنید، درک بکنید و جایگاهش براتون جا بیفته از نظر ذهنی و چارچوبی. و نهایتاً ما بخش تمارین رو داریم که در این تمرین ها دو مبحث مطرحه، یکی چالش ها هستن و یکی راه حل ها. چالش ها جایی که ما شما رو دعوت میکنیم تا یک مسئله رو که خودمون پیش روتون میذاریم بهش فکر بکنید، بررسی و تجزیه تحلیلش بکنید و نهایتاً یه چیزی مثل پروپوزال رو یا یک حداقل چارچوبی رو ازش داشته باشید داخل ذهن خودتون تا بعداً بررسی بکنید ببینید این مبحثی که روش کار کردید رو
ما چطوری حل کردیم و آیا نقطه نظر ما و شما متفاوت بوده یا نه. اگه متفاوت بوده نقطه نظر ما بهتره یا شما، لزوما یک نقطه نظر بهتر یا بدتر نیست، هر کدومشون میتونن جاهای مختلفی رو داشته باشن، اما خیلی بهتره، حداقل من خودم اینطوری دوست دارم که اگه قراره یک موضوعی رو بررسی بکنم بتونم از دیدگاه‌های مختلف نگاه کنم، به عنوان یک فرزند نجار نگاه کنم، به عنوان یک آهنگر نگاه بکنم، به عنوان یک کوزه‌گر نگاه بکنم و از دیدگاه‌های مختلف بتونم ضعف‌هاش و قوت‌هاش رو بررسی بکنم و در بیارم. پس این شد که ما بعد از اینکه مباحث نظری و عملی رو با هم بررسی کردیم و مطالعه کردیم، بعد چالشی رو پیش روی شما میذاریم، شما میرید روی این چالش فکر میکنید، وقتی که نتیجه گرفتید، تصمیم گیری کردید یا حداقل آشنا شدید با قضیه، بعد ما اون چالش رو حل میکنیم، نقطه نظر خودمون رو میذاریم، شما میاد این نقطه نظر رو بررسی میکنید، با مال خودتون مقایسه میکنید و سعی میکنید بیشترین برداشت رو از این قضیه داشته باشید. خب دوستان، من فکر میکنم تا اینجای کار بسه و ما دیگه بهتره که وارد مباحث استبلیوتی بشیم، توضیحات و مسائل عملی رو با هم دیگه بررسی بکنیم تا بتونیم هرچه سریعتر به جایی که میخوایم برسیم و اون نقطه نظرهای مورد نظرمون، اون فریمورک رو درک بکنیم و به صورت چارچوبی در ذهن خودمون نگه داریم. ممنون که همراه بودید تا جلسه آینده. با فصل دوم از دوره ماتریس استبلیوتی در خدمت شما. خب دوستان، قبل از اینکه با هم به صورت عملی وارد مباحث تحلیل استراتژیک و استبلیوتی بشیم، بهتر میدونم که روش و ابزار استفاده از نتایج استبلیوتی رو با هم بررسی بکنیم. خب این به دو دلیله. ما احتمالاً تماممون منتقد این هستیم که در مدرسه و در دانشگاه به ما یک سری مطالب تئوری آموزش داده شده و ما عملاً نمیتونیم از این استفاده کنیم، کاربردی نیستن یا حتی اگه کاربردی بودن اون توانایی استفاده رو به ما ندادن و در حقیقت فوت کوزه‌گریشون، فوت آخر رو به ما ندادن. خب این ابزارهای استفاده از ماتریس استبلیوتی همون فوت کوزه‌گری و فوت آخر است. و دلیلی که ما در اول مبحث از اینا یاد میکنیم و اینا رو میخوایم آموزش ببینیم اینه که ما با دونستن اینکه چطور میتونیم از این نتایج استفاده بکنیم، طبیعتاً انگیزه بیشتری هم میگیریم برای استفاده از این روش و میتونیم خب به صورت عملی و ملموس حس بکنیم که چطور میتونیم بهره برداری بکنیم ازش. اما دلیل مهمتر اینه که تحلیل استبلیوتی به صورت یک شکل و یک فرمت برای تمام جهان نیست. ما برای اینکه بتونیم از این تحلیل استفاده کنیم نیاز داریم پروپوزال نویسی بکنیم و تمام پروپوزال ها عموماً اینطوری هن که هدف و مقصود خاص خودشون رو دارن. مثلا شما وقتی پیش تکمی میبیسید میخواید یک پریزنت رو ارائه بکنید و یک سرمایه گذار رو، یک شریک جدید رو به خودتون الحاق بکنید و در حقیقت این پریزنت قراره که انگیزه ای به اون بده و اطلاعاتی به اون بده که ترغیب بشه به همکاری با شما. یا اگه قرار مارکتینگ پلان بنویسید، این رو قرار نیست بیرون از سازمان به دست کسی بدینش، بلکه داخل سازمانه و یک مسیر راهیه برای شما. یا همینطور به بیزینس پلان میخوام اشاره بکنم، اینکه خب یک بیزینس پلان رو وقتی دارید می‌نویسید، هدف اون بیزینس پلان احتمالاً سرمایه گذاران احتمالی شما هن یا شرکای احتمالی هستن که شما می‌خواید به شما بپیوندن و از مسائل فنی آگاهشون بکنید. یا همینطور برای مدیریت سازمان میتونه باشه، یا فاندر یک استارتاپ این بیزنس پلن رو می‌نویسه برای اینکه ذهن خودش آزاد بشه و بتونه یک امکان سنجی درست رو از بیزنس خودش انجام بده. خب در این فصل ما سه تا از معروف‌ترین پروپوزال‌ها رو با هم بررسی می‌کنیم، چارچوب و استراکچرشون و اینکه به چه کسی قراره برسن و حاوی چه اطلاعاتی هستن و چطور میشه ازشون بهره برداری کرد رو با هم بررسی بکنیم که این سه مورد شامل بیزنس پلن، مارکتینگ پلن و پیچ تک هست. در این جلسه ما قصد داریم که با هم بیزینس پلن رو بررسی بکنیم و چگونگی استفاده از ماتریس استبلیوتی در بیزینس پلن رو یک دیدگاهی ازش بگیریم تا بعد که وارد مبحث استبلیوتی میشیم، میخوایم تدوینش بکنیم خودمون، بدونیم که این استبلیوتی رو چطور کاستومایزش بکنیم بر اساس اهدافی که توی بیزینس پلن داریم، یا کاستومایزش بکنیم برای پیچ تکمون و متفاوت هستن دیگه باشن. خب اصلا بیزنس پلن یا طرح توجیهی چیه؟ طرح توجیهی یا بیزنس پلن که بخوایم خودمونی اشاره بکنیم، یک طرحیه، یک سند کسب و کاری که معمولا بین 5-6 برگ تا 30 برگ میتونه باشه و شامل اطلاعات اساسی کسب و کاره، اینکه شما قراره چه کاری انجام بدید، چطور انجام بدید، چه منابعی نیاز دارید و چه جایگاهی رو میخواید به دست بیارید و آورده های مالی و نقدی و یا کلا هر نوآورده ای که دارید شامل چه مباحثی هست. اما به صورت آکادمیک اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، بیزنس پلن یک پروپوزال و طرح شامل مجموعه تحلیل‌ها، بررسی‌ها، پیش‌بینی‌ها و توصیه‌هاست که نیاز سرمایه‌گذاران، شریک‌ها و همکاران از اونا مطلع باشن. تعاریف دیگه‌ای هم هست. به طور مثال سندی از روش کار شرکت و چگونگی حصول موفقیت برای اون شرکت، یا یک مسیر و نقشه راه در خصوص کسب و کار.
اینا تعاریف کلی از بیزینس پلن هستن، اما ما بیزینس پلنمون رو به چه اهدافی تدوینش میکنیم اصلا؟ یعنی هدف ما از تدوین یک بیزینس پلن چیه؟ قبلتر به صورت عمومی با هم بررسی کردیم، اما به صورت یه خورده جزئی تر اگه بخوایم به مباحث اشاره بکنیم، هدف اولمون روشن شدن مسیر راه و نقشه. یعنی چی؟ ما وقتی که میخوایم یک کسب و کار رو راه بندازیم، نیاز داریم که بدونیم الان کجا هستیم و به کجا میخوایم بریم و حتی الامکان تلاش بکنیم که در این بین از مسیر اصلی کسب و کار خارج نشیم. و همینطور این نقشه ای که بهش اشاره شده، یعنی که چطور ما میخوایم به اونجا برسیم. اگه نیروی فنی نیاز داریم چه نیروی فنیه؟ اگه نیروی مارکتر فرضاً نیاز داریم چه نیرویه؟ اگه منابع مالی نیاز داریم چطور قراره خرج بشه؟ یعنی اینا رو باید بدونیم. من فرضاً با یک شرکتی همکاری می‌کردم که پروژهشون توسعه یک اپلیکیشن گوشی همراه بود و در این بین یک نرم افزار پراجکت منیجمنت نداشتن تا بتونن ازش استفاده بکنن و مناسبشون نبود. و اینا اومدن و سعی کردن یک پراجکت منیجمنتی و یک نرم افزاری رو خودشون برای خودشون توسعه بدن که این نرم افزار رو نهایتاً خیلی دوستش داشتن، کاربردی بود و اصلاً پروژه از یک جایی به بعد تبدیل به دو شاخه شد. یکی اون نرم افزاره پروژکت منیجمنتشون و دیگری پروژه اصلی خودشون. خب این به نظر من حاشیه است و کسب و کار نباید وارد این حاشیه بشه و باید هدف خودش رو دقیقاً جلوی چشمش داشته باشه و تمام منابعش رو صرف رسیدن به اون هدف بکنه. هدف دیگه ما نشان دادن پتانسیل‌ها و توانایی طرح و محصول ما. خب یک محصول نباید توسعه پیدا کنه مگر اینکه توجیه اقتصادی داشته باشه یا به یک طریقی آورده‌ای رو برای شرکت داشته باشه. و ما به این هدف بیزنس پلن رو می‌نویسیم که بتونیم نشون بدیم پتانسیل های محصول ما چی هن؟ چه گپی از بازار رو دارن پوشش میدن فرضاً، چه نیازی از مردم رو دوام میکنن و آورده هاشون شامل چه مباحثی هست. و هدف بعدی ارائه تحلیل ها و آنالیز های انجام شده به ذی‌نفعانه. فرض بکنید ما رفتیم برای اینکه بتونیم طرح رو کامل بکنیم تحقیقات بازاریابی انجام دادیم و از 500 نفر پرسشنامه جمع کردیم. حالا قراره که ما اطلاعات کامل 500 نفر رو بیاریم داخل طرحمون؟ خیر. ما برای اینکه بتونیم کسب و کار خودمون رو سوداوریش رو توجیه بکنیم، نیاز داریم که و به همین منظور تمام تحلیل‌ها رو به صورت خلاصه میاریم. پیش‌بینی‌هامون رو میاریم، تخمین‌های آماریمون رو میاریم، تخمین‌های مالیمون رو میاریم و اصلا می‌بینیم که کسب و کار ما کجا هست. به صورت کوانتیتیتیو نگاه می‌کنیم، یعنی به صورت عددی و کمی شده می‌خوایم بررسی بکنیم. دوباره اینها رو هم داخل بیزنس پلن میاریم. بحث بعدیمون شفاف سازی در خصوص ضعف‌ها و مشکلات شرکته. خب شما فرض بکنید که یک سرمایه‌گذاری هستید و برای اینکه بدونید آیا می‌خواید روی فلان طرح سرمایه‌گذاری بکنید یا خیر، نیاز دارید که یک بیزینس پلن رو داشته باشید. احتمالاً به یک ترد پارتی و یک نفر ثالثی در حقیقت میایین و برون سپاری می‌کنید که تو برو تحقیقات رو انجام بده و یک بیزینس پلن رو بنویس و به من ارائه بکن و دو دیلیجنسش بکن، امکان سنجی بکن، ببین میشه یا نمیشه، ارزش گذاریش بکن. و توی این بیزینس پلن این ضعف‌ها نمایش داده میشن، نوشته میشن، مشکلات آورده میشن، توصیه های انجام میشه که سرمایه گذار احتمالی این مسائل پیش پای شرکت هست، ممکنه توی این مبحث سوددهی پیشبینی نشده ای رو داشته باشه یا در این مبحث خاص ممکنه که قانونی فرضاً تغییر بکنه و کسب و کار محدود بشه و سرمایه گذار باید با این مباحث آشنا باشه. اما ما اگه بخوایم ببینیم که چه کسانی از این بیزینس پلن استفاده میکنن، باید بگیم که اولین دسته ما صاحبان کسب و کارها هستن. اینا عمدتاً اشخاصی هستن که یک شرکتی رو دارن و در حال حاضرم داخل بازارن، دارن فعالیت میکنن، میفروشن و سوداوری دارن و یک جایی تصمیم میگیرن که یک لاین درآمدی جدیدی رو به شرکت خودشون اضافه بکنن. خب مسئله بعدی که باید در نظر بگیرن اینه که یک بیزینس پلن رو برای این لاین درآمدی جدید یا محصول جدید شروع کنن نوشتن. چرا این کارو میکنن؟ باید ببینه که آیا محصول جدیدی که داره میده به برند خودش آسیب میزنه بر اساس محصولاتی که قبلا داده یا نه. از نظر اقتصادی آیا صرفه اقتصادی براش وجود داره یا نه. از نظر فنی آیا در حال حاضر نیروهایی که داره میتونن جواب بدن یا نمیتونن جواب بدن و اگه نمیتونن جواب بدن چه نیروهای جدیدی رو باید بگیره. یا مثلا با محصول جانبی که داره میده آیا میتونه سبد خرید مشتری رو تکمیل تر بکنه، آیا میتونه ارزش جدیدی رو اضافه بکنه و تمام این مباحث اینجا باید بهش پرداخته بشه. گروه بعدی ما صاحبان استارتاپ ها هستن. استارتاپ ها خب شرکت هایی هستند که هنوز محصول ندارن یا هنوز محصول رو دارن ولی وارد بازار نشدن و اینا احتمالا دنبال سرمایه گذارایی هستن که سرمایه بهشون بدن، فرضاً جا و مکان بهشون بدن، آدرس بهشون بدن و یک سری مزایایی رو بهشون ارائه بکنن. و برای همین باید یک بیزینس پلنی رو بنویسن که در وهله اول خودشون مطمئن بشن از اینکه میخوان چیکار بکنن و حاشیه نرن همونطور که گفتیم و در وهله بعد بتونن بر پایه اطلاعاتی که داخل این بیزینس پلن هست به سایرین ثابت بکنن که ایده‌ای که دارن
ایده ارزشمندیه و میتونه سهم بازار بگیره و پتانسیل های لازم رو داره و نهایتاً توسعه دهندگان محصول هستن یا همون پروداکت اونرها، پراجکت منیجمنت ها، پراجکت منیجرها که اینها میان و به صورت برون سپاری یا درون سازمانی یک پروژه‌ای بهشون محول میشه که اینا روی فوندانسیون و پایه های اون پروژه کار بکنن، در وهله اول ببینن که آیا امکانه پیاده سازی این پروژه هست یا نه و بعدش هم بررسی بکنن که چطور باید این کارو بکنن و برای بررسی اینکه آیا میتونن این پروژه رو پیاده کنن، خب طبیعتاً به یک بیزنس پلنی نیاز دارن که این رو بتونن به صاحب کسب و کار و اون مدیر ارائه بکنن تا بتونن توجیهی بیارن برای کاری که قرار انجام بشه. اما ما بخوایم یک بررسی کلی رو داشته باشیم روی اجزای یک بیزینس پلن و اینکه چه بحث‌هایی داخل این بیزینس پلن مطرح میشه، یک بخشی بخش اعضا هستش. حالا این مباحثی که مطرح میشه لزوما پشت سر هم و در یک ترتیب و توالی نیستش، میتونه متفاوت باشه بر اساس استراتژی که شما دارید که ما اینا رو جدا جدا بررسی میکنیم. معرفی اعضا هست که اعضا به عنوان اولین سرمایه‌های یک شرکت باید اینجا معرفی بشن، اینکه چه اشخاصی هستن، چه توانایی‌هایی رو دارن، آیا اون شرکت میتونه بر پایه اعضای خودش به صورت بوتستراپ فعالیت بکنه و بدون اینکه فرضاً منبع درآمدی جانبی داشته باشه یک کسب درآمدی بکنه و محصول خودش رو توسعه بده. بحث دوم چکیده کسب و کار هستش، اینکه قراره کلاً چه اتفاقی بیفته، یک توضیحی ازش و یک اینتروداکشنی. و جزء بعدی بخش مشکل، راه حل و ارزش پیشنهادیه. و استراتژی اینطوریه، ما میایم یک مشکلی رو که در حال حاضر داخل بازار یا بین مشتریان ما وجود داره نشانه میگیریم، این رو بهش میپردازیم و میگیم که آقا این مشکل وجود داره و به این شکل هستش، تا جایی که اون کسی که داره از این بیزنس پلن استفاده میکنه بتونه به صورت ملموسی حسش بکنه مشکلی که وجود داره رو، و بعد یک راه حلی رو ارائه میکنیم. بعد از اینکه این راه حل رو هم اون شخص متصور شد، حالا ما باید ارزش های پیشنهادی خودمون رو که همون value proposition های ما هستن ارائه بکنیم که این مشکلات وجود دارن، این راه حل ها وجود دارن و این راه حل های یونیکیه که من میدم. راه حل‌ها ممکنه که شرکت‌های دیگه هم روشون مانور داده باشن یا در حال حاضر در حال ارائه همین راه حل‌ها باشن، اما ارزش‌های پیشنهادی عموماً و اکثراً ارزش‌هایی هستن که شرکت ما به عنوان یک مزیت رقابتی داره داخل بازار ارائه می‌کنه. بخش بعد اهداف کسب و کار. اهداف کسب و کار شامل این میشه که ما با ارائه این محصول می‌خوایم به چه چیزی برسیم؟ می‌خوایم به مشتریان برسیم؟ می‌خوایم به درآمدزایی برسیم؟ میخوایم فرضاً یک سبد محصولی رو پرتر بکنیم یا برند خودمون رو، هویتش رو تغییر بدیم، تثبیت بکنیم، تقویت بکنیم و به هر طریقی که هستش اهدافمون رو اونجا میایم مطرح میکنیم. بخش بعدی هم بررسی های رقابتی و محیطیه که در این بررسی ها ما میایم و رقبا رو لیست میکنیم، فیچرهایی که دارن، ویژگی هایی که دارن رو داخل لیست خودمون میاریم و در مقایسه با این رقبا ما چه ویژگی های جدیدی رو داریم ارائه میدیم و این ویژگی ها چه چیزی رو اضافه میکنه و آیا واقعا این بازار نیاز به یک پلیر جدید داره که بخواد این ویژگی ها رو ارائه بده یا نه اصلا طالب این ویژگی ها کسی رو نداره. و همینطور مسائل محیطی رو بررسی میکنیم، آیا قانون دست و پای ما رو نبسته؟ آیا فرضاً محیط جغرافیایی ما رو محدود نکرده؟ آیا از نظر تکنولوژیک محدود نشدیم به یک چارچوب خاصی که اینا روی کسب و کار ما به صورت جدی اثرگذار باشن؟ بخش بعدی تحقیقات بازار یا در جایگاه خودش تحقیقات بازاریابیه که ما میایم و ایده خودمون رو صحت سنجی میکنیم، در حقیقت پیش فرض های خودمون رو، اسامشن های خودمون رو که گفتیم مشکلاتی که وجود داره، راه حل هایی که وجود داره، اینا رو میایم صحت سنجی میکنیم، از بازار، از مردم جمع میکنیم، پرسشنامه جمع میکنیم، نظر سنجی میکنیم و نهایتاً بررسی های مالی که بررسی های مالی شامل درآمد های ما، فروش های ما، خرید های ما و هزینه های ما هستند و عموماً در یک قالب 5 ساله اینا نوشته میشن و نهایتاً هم برآوردها انجام میشه و یک سری شاخص های مالی مثل MPV، IRR، PBP و سایر شاخص ها استفاده میشه تا این شاخص ها بتونن وضعیت آتی کسب و کار ما رو به صورت تخمینی محاسبه بکنن و یک دیدگاهی رو به اون سرمایه گذار ارائه بکنن. حالا اگه شما دنبال این هستید که یک استابیلیتی بنویسید و این استابیلیتی رو در بیزینس پلن خودتون استفاده بکنید، طبیعتاً باید یک سری آیتم هایی رو بیارید که در این قالبی که الان با هم مطرح کردیم بگنجه. ولی خب اگه استابیلیتی شما برای پیشتک هستش فرضاً، دیگه نیاز نیست در این قالب بگنجونیمش و بلکه ما میبریمش روی قالب پیشتک یا مارکتینگ پلن خودمون. خب در این مبحث ما قصد داریم با هم
پروپوزال مارکتینگ پلن رو بررسی بکنیم. در جلسه گذشته بیزنس پلن رو بررسی کردیم و در این جلسه مارکتینگ پلن رو بررسی میکنیم و سعی میکنیم مثل بیزنس پلن استراکچر و چارچوب اصلی و کلی رو یک بررسی کلی انجام بدیم و ببینیم که شامل چه مباحثی هستش، چه نتایجی رو برای ما برمقام میاره، چه اهدافی رو از تدوین این پروپوزال ما داریم در حقیقت دنبالشون میکنیم و برای چه کسانی توسعه داده میشه. خب مارکتینگ پلن کلن چیه؟ مارکتینگ پلن یک سند رسمی تجاریه که استراتژی ها و تاکتیک های بازاریابی شرکت شما رو برای یک دوره زمانی خاص که معمولاً 3 ماهه یا فصلی یا سالانه هستش مشخص میکنه. و یا اینکه مارکتینگ پلن یک برنامه برای بازاریابی یک شرکت، برند یا محصوله که با توجه به تحقیقات و نتایج تحلیل این تحقیقات شرکت رو قادر میکنه که یک جایگاه یابی بکنه برای برندش و برای محصولش و بتونه این محصول رو به بهترین شکل با یک استراتژی مشخص یا گو تو مارکت استراتژی مشخص بتونه راهنماییش بکنه. اما اهداف ما از تدوین مارکتینگ پلن چیه؟ هدف اولمون برنامه ریزی بازاریابی برای یک بره زمانی مشخصه. مثلا برای زمستان ما یک سری برنامه های مشخص و یک سری شاخص های عمل کردی و KPI داریم که میخواییم بهشون دست پیدا بکنیم و برای اینکه بتونیم به این شاخص های عمل کردی مطلوب خودمون دست پیدا بکنیم توی این بازه زمانی چند ماهه یک مارکتینگ پلن می‌نویسیم و شامل اینه که میگیم که فرض این تبلیغات رو میخواییم داشته باشیم، این استراتژی ها رو میخواییم داشته باشیم، این برند رپیوتیشن و تنین برند رو میخواییم جا بندازیم، این اشخاص رو میخواییم تاچ بکنیم، مثلا تارگت خودمون رو مشخص بکنیم و از این دست مسائل. میخوایم استفاده بکنیم از نتایج تحقیقات بازاریابی و یافتن بهترین کانال ها برای دستیابی مشتریان. یعنی ما میخوایم یک سری تحقیقات بازاریابی رو انجام دادیم یا تحقیقات بازار رو انجام دادیم و حالا بر اساس این تحقیقات بازاری که انجام شده میخوایم یک سری مشتریان هدف رو برای خودمون متصور بشیم و در نظر بگیریم که احتمالاً قبلا همین کار رو کردیم که رفتیم تحقیقات بازار رو انجام دادیم و حالا بهترین کانال ها رو برای دسترسی به این اشخاص میخوایم پیدا بکنیم. مثلا اگه شما قراره یک محصولی رو به اشخاص بالای 65 سال بفروشید، احتمالاً گذاشتن تبلیغات توی یک کانال تلگرامی بهترین گزینه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا اونا شاید گوشی هوشمند نداشته باشن یا اگه گوشی هوشمند دارن حوصله‌اش رو نداشته باشن یا حتی اگه حوصله داشته باشن، به خاطر اینکه تلگرام محدود هستش، حالا با استفاده از راه‌های متفاوت نمیخوان به هر نحوی دسترسی پیدا بکنن و احتمال داره که اصلا به دستشون نرسه، به دست مخاطب هدف نرسه اون محصول. یکی دیگه از اهدافمون تقویت برند شرکته. یعنی ما میخوایم یک برند رو از جوانب مختلف بررسی ها رو که روش انجام دادیم حالا قوی بیاریم بالا، یعنی چارچوب هاش رو بنا بکنیم و ما با استفاده از مارکتینگ پلن این کار رو میکنیم یا حتی گاهن یک مارکتینگ پلن مجزایی رو صرفا برای برند تدوین میکنیم که برند ما چجوری بیاد بالا و نهایتا ایجاد یک سری شاخص های عمل کردی که شاخص‌های عملکردی مطلوب ما هستن برای دستیابی بهشون در بازه‌های زمانی مختلف. می‌خوام به اینا برسیم، اینا رو پیدا بکنیم، ببینیم کدوم برای ما مناسبه. البته که از قبل یک سری شاخص‌های رو داریم و از اون استفاده کردیم و حالا می‌خوایم شاخص‌های جدیدی رو برای خودمون در نظر بگیریم و پیدا بکنیم، شاخص گذاری کنیم در حقیقت. فکر چه کسانی به مارکتینگ پلن نیاز داشتن؟ اگه یادتون باشه توی بیزینس پلن گفتیم که استارتاپ ها، صاحبان کسب و کار و پروداکت اونرها یا مدیر پروژه ها به یک بیزینس پلن نیاز دارن. در اینجا ما استارتاپ ها رو میاریم و کسب و کارها رو هم میاریم که با مبحث قبل مشترکن. اما دیگه به جای اون پروداکت اونر و پروجکت منیجر، حالا ما میخوایم محصولات رو بیاریم، چون دیگه الان نفر برای ما مهم نیست. ما میخوایم روی یک محصول مارکتینگ پلن بریم. میخوایم بازاریابیمون روی محصول بره، روی خط محصول بره یا روی برند خودمون بره. اون برند رو هم اینجا محصول در نظر میگیریم برای خودمون، چون داریم توسعهش میدیم و این تفاوتش با مارکتینگ پلن. در حقیقت به صورت کلی ما بیزنس پلن رو یا طرح توجیهی رو می‌نویسیم برای اینکه یک سری اشخاص خارج از سازمان رو هدف بگیریم و از اینا یک سری مزایایی رو دریافت کنیم. اما توی مارکتینگ پلن اوضاع اینطوری نیست. ما مارکتینگ پلن رو تدوین می‌کنیم به چه هدفی؟ برای اینکه بدونیم در حوزه بازاریابیمون، در حوزه توسعه محصولمون دقیقاً داریم چیکار می‌کنیم و دقیقاً باید چه کاری انجام بدیم، چه محصولی رو بدیم، چه مشتریانی رو داشته باشیم و اهداف ما اهداف درون سازمانیان. یعنی ما اصلا لازم نیست مارکتینگ پلنمون رو به کسی ارائه بدیم خارج از سازمان، بلکه اینو میدیم به دپارتمان بازاریابی خودمون، میدیم به دپارتمان فرضاً مدیریت خودمون برای اینکه استراتژی گذاری های لازم انجام بشه.
پس نسبت به بیزینس پلن متوجه شدیم که مخاطب هدفمون فرق کرده. ما الان داریم با اشخاص متفاوتی صحبت میکنیم. اما اصلا ویژگی های یک مارکتینگ پلن موفق و خوب چیه؟ یکی اینکه مارکتینگ پلن باید دارای KPI باشه، شاخص کلیدی عمل کرد. شاخص کلیدی عمل کرد، حالا چند بارم گفتم یه توضیح مختصر که بدم، اینه که نتایج رو کم میسازی ما باید بکنیم. یعنی که به جای اینکه بگیم خب به مشتریان زیادی برسیم یا فروش زیادی داشته باشیم، بگیم که من میخوام از فرضاً 2700 مشتری برسم به 3200 مشتری. حالا لازم نیست حتما به 3200 برسم، 3300 یا 3100 خوب نباشه، بلکه ما یک شاخصی رو میخوایم ببینیم که موفق